در سیزن یک یا فصل یک عملیات با مسئله اقداماتی که در افغانستان داره انجام میشه توسط جوناس آغاز میشه. وقتی که برمیگردن به آمریکا، توی آمریکا یک گروگانگیری در آیداهو صورت میگیره در یک هواپیما، اونجا میرن رهایی گروگان میکنن و این خانواده جدید، خانواده براون هم به اینها میپیوندن و از اونجا سریال شروع میشه. در سیزن دوم مأموریتی رو اینها به آفریقا میرن، یک ماهواره چینی سقوط کرده، کیتی از اون رو باید جدا کنن و به آمریکا برگردونن. در سیزن یکم در قسمت سوم به اندونزی اعزام میشه جوناس و موسیونرهای مذهبی آمریکایی در اونجا نقش خودشون رو دارن ایفا میکنن. توسط مسلمون ها گروگان گرفته شدن، موسیونرهایی که قرار مسیحیت رو اونجا رواج بدن. خب چون گروگان گرفته شدن، از آمریکا جوناس اعزام میشه، میره اونجا و اینها رو رهایی گروگان میکنه و چارچوب رو مشخص میکنه، بر میگرده. در قسمت چهارم وزیر مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر مکزیک میاد آمریکا. مافیای مواد مخدر سعی میکنه در آمریکا خانواده اون رو گروگان بگیره و خودش رو ترور کنه. در کنار اقداماتی که حفاظت شخصیت ها در هر جامعه ای صورت میدن، اینجا مأموریت داده میشه به دلتا که از این وزیر و خانوادهش محافظت کنه. همونطوری که تنوع این مأموریت ها رو میبینید، یک هدف رو دنبال میکنه این فیلم. میخواد توی هر قسمت به مردم آمریکا و مخاطب بگه که وظیفه دلتا چیست. امروز شما در مورد وظیفه خیلی از سازمان‌های داخلی نمی‌دونید. اخیراً سریال 125 چیه در مورد آتش نشانی پخش میشه. این سریال‌ها سریال‌های پروپاگاندا هستن. یعنی می‌خواد مناسبات داخلی خانواده اینها رو نشون بده. اینها چه دغدغه‌هایی دارن؟ جوانن، می‌خوان ازدواج کنن، با پدر مادرشون چه کشش‌ها و کنش‌هایی دارن؟ بعد سختی‌های کارشون چیه؟ چطور فرهنگ سازمانی کارشون رقم میخوره. یک سریال 400-500 قسمتی الان چند سال از تلویزیون ما پخش میشه به نام پرستاران. اون سریال هم همینه، میخواد صنف پرستار رو معرفی کنه و مردم آگاه بشن از اینکه یک پرستار چه سختی های شغلی داره، مناسبات درونی خانوادهشون چیه. این دست سریال ها که سعی میکنن یک شغل و حرفه رو معرفی کنن، اینها ژانرشون بیشتر ماهیت پروپاگاندا داره، یعنی تبلیغاتیه، معرفی اون صنف و کار هست با مقاصد خاص. از این اون حیث مقاصد خاص میکنش پروپاگاندا، ولی صرف معرفی اون سازمان مبنی پروپاگاندا نیست. اینجا هم همونطوری که اشاره کردم، به ترتیب که این 70 قسمت 69 قسمت رو جلو میریم، توی هر قسمت یک مأموریت، یک حوزه عمل نیروی دلتا معرفی میشه. مشخصا در قسمت ششم سیزن یک که عنوانش هست سکیوریتی یعنی امنیت، در سفارت ایران در لبنان قراره که شنود بگذارن. CIA میخواد شنود بگذاره در سفارت ایران در بیروت در لبنان. تیم رو اعزام میکنن به لبنان. اینها میان اونجا و در واقع سعی میکنن که به سفارت ایران رخنه کنن. هدفشون از این رخنه اینه که مکالمات رو کنترل کنن در سفارت ایران، ببینن ایران با روسیه تا کجا جلو رفته در قضیه مسئله انرژی هسته‌ای، و از یهودی‌ها و اسرائیلی‌ها کمک میگیرن در نفوذ به سفارت ایران. هر کدام از میدان‌هایی که دغدغه‌های خاص روز آمریکایی‌ها باشه، تو اون میدان‌ها نمونه کار رو نشون میدن. در مثلا سیزن یک قسمت نهمش موضوع موشکای سطح به هوا هست، موشکای زمین به هوا رو بررسی میکنن. در قسمت بعدی باب و جوناس برای آموزش سربازای به آفریقا اعزام میشن. در یک قسمت دیگه بحث جستجوی بمب توی آتلانتاست. توی سیزن یک وقتی تمام میشه، آخرین قسمتش، اعزام میشن به منطقه بالکان. یک جنایتکار جنگی سرب هست که مسلمون ها رو در واقع کشتار کرده. این رو نیروهای سازمان ملل که زیر نظر فرانسوی ها هستن از دلتا میخوان که برن کمکشون اون فرد رو بگیرن
و تو اون قسمت هم اینکه چطور زیر نظر سازمان ملل دلتا عملیات میکنه معرفی میشه، که البته اونجا خیلی فرانسوی‌ها رو به سخره میگیره. بعد از اینکه برمیگردن یک جشن خانگی دارن، تو جشن خانوادگیشون مسخره میکنن فرانسوی‌ها رو، میگن فرانسوی‌ها آدمای بی‌عرضه‌ای هستن، در جنگ جهانی اول و دوم اگر ما آمریکایی‌ها نبودیم فرانسوی‌ها نمیتونستن پیروز بشن. تحقیر سایر ملت‌ها رو کاملا تو دستور کار دارن. در سیزن دو طرح حمله بیولوژیکی شروع میشه و در افغانستان، در پاکستان یه گروهی که میخوان را بیفتن برن اروپا و آمریکا و همه خودشون آلوده به میکروب هایی هستن و نشر یک بیماری های در حوزه تهدید های بیولوژیکی رو مد نظر دارن، اینها اعزام میشن با اونها مقابله میکنن. سری بعدش در بلغارستان عملیاتش انجام میشه، عملیاتی در مردمداری مردمیاری تو خود آمریکاست، عملیاتی یعنی در قسمت پنجم سیزن دو عملیات نجات در طوفان خود شمال کارولایناست. در روسیه ماموریتی دارن برای بقایای یک هلیکوپتری که اونجا سقوط کرده. در قسمت دهم سیزن دو توی جمهوری گرجستان وارد عملیات میشن. در جاهای مختلف، حالا از حوصله بس خارجه، گروگانگیری تو مدرسه صورت میگیره در سریای بعد، رهای گروگان میکنن. در المپیک وارد عمل میشن و اقدام ضد تروریستی میکنن. در اسرائیل و فلسطین اشغالی میرن، از بمبگذاری های انتحاری به قول خودشون برخورد میکنن، مبارزه میکنن. در وزیرستان پاکستان هست که اقداماتی رو انجام میدن. در انتهای سری دوم پرنسس و در واقع خانواده سلطنتی تایلند در آمریکا هستن که تیم دلتا رو مأمور محافظت از اونها میکنن. اونها داخل خودشون یک درگیری خانوادگی دارن و حتی مأموریت شاهان و خانواده اونها رو هم به این تیم واگذار میکنن. قسمت سومش با همون ماهیتی که در سریال 24 دیدید شروع میشه، یعنی یک اشکالی پیش اومده، یک اطلاعاتی دست ظاهرش این بوده که گفته شده دست نیروهای دلتاست، اما یک خانمی بعداً اعتراف میکنه که اون اطلاعات دست اون بوده، برای اینکه از خودش رو نجات بده گفته که این اطلاعات دست دلتاست. یه فسادی در اون حکومت آمریکا، سرویس‌های امنیتیش و حکومت آمریکا فسادی رو داشته، افرادی رو سر به نیست کردن، اطلاعاتش رو اون خانم که مأمور سیا بوده دزدیده، بعد برای فرافکنی گفته که این اطلاعات دست جوناس هست. حالا سیستم دلتا رو حکومت آمریکا میپاشونه و همه نهادهای امنیتی اطلاعاتی شامل NSA, CIA و بقیه میافتن دنبال اینکه یوناس رو پیدا کنن. یوناس فرار کرد، رفته پاناما، دو سه نفرشون رو گرفتن، تو زندان دارن شکنجه میکنن. همه اون آنچه که شما در اون دو قسمت سریال دیدید، دو سیزن دیدید، همه اینجا در واقع اون سیستم پاشیده و نابود شده. اقداماتی انجام میدن در سواحل هندوراس تا اینکه اون جنازه ها رو پیدا میکنن، بتونن اسناد رو مشخص کنن، برگردونن. همون چیزی که شما در سریال 24 دیدید که یه موقعی روبروی خود مأمورینی که حکومتشون رو نجات میدن و جامعهشون رو نجات میدن، قدردانی اون حکومت و جامعه اینه که این مأموران رو باشون برخورد میکنه، باورپذیر میکنه. یکی از چیزایی که عموما جوونا تو بحثای دانشگاهی از ما میپرسن اینه که چرا هیچ وقت نمیشه از حکومت ما توی فیلمای سینمایی و سریال ها مثلا انتقاد کرد، چرا نمیشه از این موارد انتقاد کرد، این مأمورین روبروی هم قرار بگیرن. حالا من در صدد پاسخ به این نکته نیستم که چرا میشود یا نمیشود، اما این نکته مهمی است که وقتی یک کسی رو میبینه در فیلم 24 یک ایالتی رو نجات میده توی بمب اتمی که قرار اونجا منفجر بشه، بیش از 1,000,000 نفر میخواد کشته بشه، این جلو این فاجعه رو میگیره، بلافاصله مأموریت تموم میشه، این آدمو میگیرن زندانی میکنن. حالا این اگر تو جامعه ما باشه، اولین کاری که تصور همه هست اینه که این تا از زندان اومد بیرون باید بره پناهنده بشه به یه جای دیگه، علیه مردم خودش حرف بزنه. این روحیه توی فرهنگ سازمانی، من نمیخوام بگم اغراق میشه، قلوف میشه در اون مناسبات توی فیلم‌های سینمایی یا نه، فرهنگ سازمانی که به وجود میاد اینه که یه انسانی متعهد به امنیت جامعه خودش، امنیت حفظ حکومت و جامعه خودش، بعد همون حکومت و جامعه میگیره این رو محکوم میکنه، محاکمه میکنه. این نمیاد بیرون بره یه جای دیگه پناهنده بشه، علیه مردم کشور خودش و علیه حکومت خودش حرف بزنه.
فساد بعضی از مدیران تا سطح معاون رئیس جمهور و حتی شما در سریال 24 دیدید فساد خود رئیس جمهور رو به حساب حکومت نمیذارن. این ایمیج استراتژیکی است که تو ذهن انسان آمریکایی میشینه. و اگر انسانی بیرون از جامعه آمریکا اینو دید که مثلا یک گروهی تلاش میکنن یه سیاه‌پوستی میاد توی آمریکا میشه رئیس جمهور، بعدن یک افراد ضعیفی این رو کنار میذارن، بعد یک فرد کاملا ضعیفتری میاد رئیس جمهور میشه تو خاک آمریکا، بعد این فرد همین آدمایی که حافظ امنیت ملی آمریکا بودن رو نابود میکنه. اون آدما در سریای بعد نمیان بگن ما برای این حکومت و برای این جامعه و مردم فداکاری کردیم، حق ما چی شد؟ مطالبه گری نمیکنن از این حیث. نسبتی که با مردم با تفکر ایدئولوژیک جامعهشون یعنی لیبرالیسم و حکومتشون دارن، اینو به حساب حتی رئیس جمهور آمریکا نمیذارن. شما این چیزیست که ایمیجیست که توی سریال 24 برای یک انسان آمریکایی تو ذهنش میشینه. اینجا هم شما میبینید نیروی دلتا توی دو سیزن، یعنی در 13 قسمت اول و 23 قسمت دوم، از همه چیز آمریکا دفاع کردن. ابتدای قسمت سوم، ابتدای سیزن سوم، فصل سوم، میبینید که یه اتفاق عجیبی میفته، یه اطلاعات غلطی پخش میشه، بعضی از آدمای فاسد درون حکومت آمریکا زیر سوال میرن. حالا اولین کاری که میکنن دلتا رو میپاشونن و چطور مجددا خانواده این افراد و خود این افراد، مثلا تیفانی، همون تیفی که زن مک هست، میاد میره زندان، میگه من میخوام شوهرم رو ببینم. بهش میگن که شوهرت نیست، اصلا همچی کسی اینجا نیست. میگه بابا من دیروز اومدم تو این زندان دیدنش. میگن نه اصلا همچی آدمی نیست. حالا گونی کردن سرش و منتقلش کردن یه جای دیگه که نابودش کنن. این وضعیت که بعد فرد وقتی آزاد میشه از این فضا، میاد دوباره برای همین سیستم، برای همین مردم و برای همین جامعه توی همون واحد خدمت میکنه، این از نظر فرهنگ سازمانی پیام خیلی قوی است. یکی از مشکلات ما اینه، اگر تو حکومت ما با یه آدمی در حد بزرگان سیستم و حکومت کسی برخورد کنه، از فردا میشن ضد مردم و ضد حکومت و ضد دین و ضد ملیت و دشمنی که از اون بدتر وجود نداشته باشه. اینا سر مسائل شخصی و اخلاقی خودشون که با سیستم دچار مشکل شدن، میرن به اون پناه میبرن. یعنی دیگه از اون لحظه به بعد اسرائیلیا خودی محسوب میشن، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها راحت. یعنی اینجا ماهای اخلاق بد سیاسی پیدا کردیم که اگر یک جایی از حکومت، جامعه، مردم با ما برخورد کردن، ما از فردا روبروی مردم، روبروی دین، روبروی ملیت خودمون، روبروی کشور خودمون و روبروی حکومت نیستیم. پیام ویژه‌ای که هم در ABS، هم در 24 و هم در سریال پریسون بریک که الان بیشتر ماهیت فلسفی داشت نه امنیتی، هم در سریال یونیت منعکس میشه، اینه که وظیفه هر کسی است از حکومت، جامعه، مردم، ملیت خودش دفاع کنه، اما چنین حقی نداره که بعد که تمام شد برگرده روبرو مردم خودش بایسته، غر کنه برای یه جای دیگه، علیه مردم خودش، فکر و فرهنگ خودش، تمدن خودش، جامعه خودش و حکومت خودش حرف بزنه. اگر مشکلی بوده، اون تعداد وزیر و وکیل و رئیس جمهور بودن که مشکل داشتن، نه اینکه باید روبروی، یعنی حالا که اینطوری شد پس باید کل حکومت آمریکا رو براندازی کرد، کل جامعه آمریکا رو متلاشی کرد. این اون تصویر استراتژیکی است که این دست سریال ها ایجاد میکنن. اما در جامعه ما اینجوری نیست. یک کسی رو میگیرن، 6 ماه باش برخورد میکنن، بعد از 6 ماه این دیگه همه جامعه خودی براش میشن بیگانه و بیگانه و دشمن براش تبدیل میشه به خودی. من چون فرصت ندارم از ذکر محورهای دیگه، توی ابیجان ماموریت دارن، توی عراق ماموریت دارن، توی سیزن سوم عملیات نجات یه ژورنالیست رو، یه روزنامه نگار رو میرن صورت میدن، دوباره با هواپیما ربایی درگیر میشن، یه عملیاتی رو مسئله به اصطلاح پلوتونیوم در کوزوو هست در بالکان، اینو میرن صورت میدن، ماموریتی در کولومبیا دارن، محورهای مختلفی هست که اینها انجام میدن.